برای عوض کردن سرعت یک کلیپ از این آیکون کوچولو اینجا میشه استفاده کرد. چند تا عنوان داره که من فکر کنم خیلی خیلی ساده هست. مثلا ما توی مودیفای اگه بیایم توی ریتایم، دقیقا همین عنوانایی که اینجا وجود داره. اسلا اگر شما بخواید بکنید یه چیزی رو مثلا 50% کاملا مشخصه چیکار میکنه. 50% اگه من بزنم اینجا این کلیپ رو 50% آروم‌تر میکنه. یا اگر خواستید شما فستش بکنید باز به همین صورت، اگه من دو برابر بخوام فستش بکنم سرعتش از حالت عادی دو برابر سریعتر میشه. اگه بخوام ریست بکنم این سرعت رو، میتونم بیام اینجا و ریست اسپید رو بزنم. برای برعکس کردن یک کلیپ و سر و ته کردنش هم شما میتونید بیاید اینجا ریورس کلیپ رو بزنید که حالا برعکس میشه. این آیکون کوچولویی هم که اینجا هستم باز میتونه یه سری امکانات و یه سری چیزا رو در اختیار شما بذاره. به طور مثال من اینجا میتونم بیام از اینجا فست یا اسلوش بکنم و حالا به حالت نرمال برش کردم. اما اگر شما این آیکون کوچولو اینجا رو بگیرید و درگ بکنید، میتونید به میزان دلخواهتون تصویر رو اسلو یا فست بکنید. مثلا اگر ما اینجا الان بنزه 3 ثانیه فرصت داشته باشیم برای یه اتفاقی، میتونیم اینو بیاریم دقیقا اینجا بذاریم و حالا من ببینم که تایمش بیشتر از 3 ثانیه است، میتونم دقیقا بکنمش 3 ثانیه یا حالا بیشتر یا کمتر، این دیگه بنا به چیزی که میل خودم باشه و حالا نیاز تدوینم باشه. اون اما شاید اینا چیزای خیلی پیش بافتده باشه، ممکنه شما بگین خب اینا رو خودم با بازی کردم و نرم‌افزار میتونمش برسم، اصلا نیاز نیست توضیح داده بشه در موردش. چیزی که اینجا جالبه و شاید ما بیشتر بعد روش صحبت بکنیم، دو تا عنوان، یکی رمپ آپ و رمپ داون، این اسپید رمپه. اگر شما بگید بذارید من اول چیز ستش بکنم، اگر شما بیایید بگید که from zero، اول تصویر شما خیلی اسلوه، هرچی به سمت جلو میره فست‌تر میشه. برعکسش این یکیه که تو زیرو، اولش سریعه بعد هرچی جلوتر میره کنتر میشه. این چیزی که شما احتمالا توی افکت های ویدیویی، توی مونتاژ ها، توی چیزایی یا تو کارهای مثلا جنوب شرق آسیا، فیلم های هنگ کنگی و اینا شما خیلی زیاد دیدین. البته الان خود تو هالیوود هم طبیعتا خیلی زیاده که یه چیزی اسلو یهو فست میشه یا بالعکس. اینو شما با یه دکمه از اینجا میتونید انجامش بدید. اما اگه خواستید دستی این کار رو بکنید، یعنی مثلا شما تا اینجا فست بیاد بازیگرتون این تیکه آخر اسلو بشه، چی کار باید بکنید؟ برای این کار شما میاد اون جایی که میخواید این اتفاق انجام بشه، به طور مثال میخوام تیکه اینجا به بعد رو اسلو بکنم. اینجا شما میتونید بیاید از عنوان بلید اسپید استفاده بکنید. شیفت بی هست شورتکاتش. حالا یک کات اینجا میزنه، من اینو باز زوم میکنم که بهتر مشخص بشه. حالا من اینجا اگر بخوام میتونم تیکه دوم رو اسلو بکنم، 50% مثلا بکنمش به نسبت چیزی که بود، تیکه اول رو که این تیکه اینجای ماست فستش بکنم، حالا مثلا بشه 150%. الان یه بار با هم ببینیم. این کاریه که خیلی 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 میتونه زیاد ازش استفاده بشه. به طور مثال شما ممکنه بگید این تیکه اسلو، این تیکه فست، این تیکه دوباره اسلو. یا بهتره روی این یکی من کلیپ نشونتون بدم. این انفجار ماست. من مسلما ممکنه بگم تیکه اول انفجار تا اینجا اسلو میخوام بشه، از اینجا به بعد میخوام فست بشه. من شیفت بی رو میزنم، بلا فاصله برام یه بلید اسپید ایجاد میکنه، از اینجا به بعد رو من میخوام فست بکنم، یا حتی میتونم بزنم همینجوری یه چیز بمونه، نرمال بمونه، از جب قبل رو من اسلو میکنم. یه بار دیگه با هم ببینیم. اینجا اسلو میشه بعد به حالت عادی برمیگرده. البته این کلیپ دقیقا اختار مهندات که این دراب کرد فریم رو، ولی چون این کلیپ خیلی هم کیفیتش بالاست هم حجمش خیلی زیاده باید رندر بشه. یا مثلا اینجا
این تصویر اسلوموشنی که من دارم که از یه اسکیت باز هست، این تیکه‌ای که من ممکنه بگم از اینجا به بعد رو اسلو نگه دار، از اینجا به بعد شروع کن به سری شدن. حالا در نظر داشته باشید که خود این کلیپ الان اسلو موشنه چون با آیفون 6 فیلم برداری شده و خب تا اینجا اسلو هیچ مشکلی نداره، خیلی خوب. از اینجا به بعد من میتونم بیام بگم خیلی سریعش بکن. بعد نیست یه بار با هم ببینیم اول کل کلیپ رو. از اینجا به بعد اسپید زیاد بشه یا ممکنه بخوام من حتی یکم پاک کنم مثلا. نوشته باشمش فعلا. این تیکه اول از اینجا تا اینجا سرعت عادی که من میام باز دوباره شیفت بی و یه مقدار سریع ترش میکنه 200%. تیکه وسط هم عادی چیزی که هست که خود تصویر اسلو موشن نیاز نیست من این تصویری که اسلو موشن رو اسلو تر بکنم و دوباره تیکه آخرش فست. یه بار با هم ببینیم اسلو و حالا سرعت عادی. اگر شما خواستید میتونید اینو دوباره بکنیدش 100%. و مثلا من حالا میام اینجا مثلا بزن یه بار اینو من ریستش بکنم، ممکن این دفعه بگم تا اینجا عادی باش، از اینجا تا اینجا سرعت اسلو و این تیکه آخری که میپره روش چون چیز داره، چون حالت جالبی داره، اکشن سریع تری من ممکن ازش بخوام که سریع تر و فست ترش بکنم. اینجا این شکلی، یکی هم من هولش میدم که سریع تر بشه. اگر چیزی شما فست تر بکنیدش آبی میشه، اگر اسلو تر بکنیدش نارنجی، سبز هم حالت 100% نرمال هست. یه بار ببینیم فکرم بیشتر چیزی که در مورد اسپید هست خیلی ساده و مشخصه. من یه بار دیگه ریست میکنم این کلیپ رو، یه بار دیگه من با اجازهتون میدونم که تکراریه ولی این بلید رو توضیح میدم به خاطر اینکه اگر خیلی تون توضیح دادم یا زیاد مناسب نبود یه بار دیگه بتونم آرومتر این کار رو انجام بدم. بلید اسپید کات میزنه ولی فقط سرعت شما رو، نه خود کلیپتون رو. و حالا مثلا فرض کنید شما اینجا میخواید بگید از این تیکه تا این تیکه سریع بشه، از این تیکه تا این تیکه اسلو بشه، از این تیکه تا این تیکه دوباره سریع بشه. من اینجا دوباره میتونم بلید سپید رو بزنم با شورتکات همون شیفت بی و به طور مثال این تیکه با گرفتن این هندل این تیکه وسط رو اسلو تر بکنم یا با گرفتن این هندل و هل دادنش به سمت چپس سریع ترش بکنم. اما شما ممکنه بگی که من اشتباه کردم، اونجایی که کات زدم یه ذره عقب‌تر یه ذره جلوتر بود، حالا چیکار کنم؟ یه تک کلیک شما اینجا انجام میدید، رنجش رو بلافاصله نشون شما میده. شما میتونید بیاد بگید حالا این مثلا قسمت که سریع میشه از اینجا باشه یا این قسمت اسلوی ما، باز دوباره یه تک کلیک روش مثلا شما ممکنه بگید جایی که تموم میشه، جایی که اسلو ما تمام میشه فرضاً اینجا باشه. خیلی راحت میتونید اینا رو تغییر بدید. نکته دیگه که اینجا هست در مورد این عنوان اسپید ما، هولد. مثلا شما ممکنه یه فریم رو بخواید نگه دارید، این فریم رو شما ممکنه بخواید 3 فریم یا 10 فریم یا هر چقدر نگه دارید.
شما میتونید بیاید توی ریتایم هولد و حالا الان این تیکه این فریم وسط رو من میتونم بیام بگم که حالا به طور مثال بر من اینو الان 2 ثانیه است 15 فریم نگهش دار 15 فریم ثابت بمون این تیکه هولد. البته فکر کنم انتقال میزنم تا کار میکرد ولی حالا اینجا فکر کنم مشخص بشه که چیکار میکنه. یه بار دیگه ببینیم سلو میاد اینجا پاز و ادامه اتفاق. به این شکل هم شما میتونید هولد اضافه بکنید اگر خواستید. هولد در واقع سرعتش صفره همونطور که مشخصه اینجا. فریز فریم دقیقا یه فریمی که سرعت نداره و سرعتش صفر هست. اگر خواستید شما میتونید بیاد اینجا کاستوم رو بزنید و بگید حالا مثلا هم زمانش رو تغییر بدید از اینجا، بگید به جای 1 ثانیه و 2 فریم مثلا 0.12 فریم باشه و سرعتش هم باز از اینجا میتونید عوض بکنید اگه خواستید. فقط فکرم باید اوکیش رو میزدم به جای 1 ثانیه و 12 فریم من میکنمش 12 فریم انتر و حالا این به این میزان جا به جا میشه. یا اینکه من میتونم بیام اینجا باز اگه خواستم عوضش بکنم میتونیم یه بار دیگه ببینیم. خیلی زمانش کوتاه‌تر شد. حالا بنا به مونتاژی که دارید، بنا به موسیقیتون، خیلی چیزهای دیگه میشه تمام اینا رو دستکاری کرد. چیز دیگه که توی ریتایم داشته باشیم و خیلی مهم باشه، یه چند تا عنوان دیگه هست، بد نیست اونا رو توی درس بعدی با هم ببینیم و تو درس بعدی من اونا رو خدمتتون توضیح میدم.